اتحادیه اروپا از رهبران ترکیه خواسته است از اظهارات و اقداماتی که به افزایش تنش بین آنکارا و کشورهای اروپی اروپایی به انجامت اجتناب کنند. در همین حال وزیر امور اتحادیه اروپا در ترکیه خواستار تجدید نظر در توافق آنکارا با اتحادیه اروپا برای مهار سیل مهاجران شده است. برخی از رهبران اروپایی مخالف تبلیغات دولتی ترکیه در کشورهایشان هستند. دولت ترکیه وزرای خود را به این کشورها اعزام میکند تا نظر مثبت ترکتبارها را نسبت به همه پرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی ترکیه جلب کنند. پیام یزدیان جزیات بیشتر را گزارش میدهیم تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از وزیر امور اتحادیه اروپا آن کشور گفته است در واکنش به تصمیم هلند در جلوگیری از سخنرانی دو وزیر ترکیه در آن کشور آنکارا خواستار بازنگری در توافق ترکیه با اتحادیه اروپا درباره مهاجرت شده است آنکارا و اتحادیه اروپا قبلا توافق کرده بودند که ترکیه از حرکت پناهجویان و مهاجران به سمت اروپا جلوگیری کند. دانیال هولتگن، سخنگوی دبیر کل شورای اروپا گفت نباید افزایش تنش میان ترکیه و اروپا تشدید شود. افزایش تنش تا همین لحظه برای بحث دموکراتیک و دیپلماسی بسیار مخرب بوده است از این رو دبیر کل از طرفین درگیر یعنی ترکیه و کشورهای میزبان که سیاستمداران ترکیه میخواهند در آنها تبلیغ کنند خواسته است از این گونه درگیری ها اجتناب کنند البته مقامات محلی در کشورهای میزبان که مسئولیت دارند باید از قبل درباره این سخنرانی ها گفتگوی سازنده داشته باشند و آمادگی های لازم را صورت بگیرند با بالا گرفتن تنش میان ترکیه و هلند که هر دو عضو ناتو هستند، کابینه ترکیه روز دوشنبه اعمال تحریم را علیه هلند بررسی می کند. هدف از سفر وزرای کابینه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای اروپایی جلب آرای ترک تبارهای مقیم اروپا است که به نفع اصلاحات پیشنهادی آقای اردوغان به قانون اساسی ترکیه رای دهند. اما لغو سخنرانی های دو وزیر ترکیه در آلمان و سپس دو وزیر دیگر در هلند خشم آنکارا را به دنبال داشت که آلمان و هلند را فاشیست خوانده است. آنگلا مرکل روز دوشنبه گفت مقایسه هلند با فاشیزم غیر قابل قبول است و آلمان از هلند قاطعانه حمایت می کند. این قیاس کاملا گمراه کننده است کمبه ها دادن به است که هلند به ویژه از فاشیسم متحمل شده بود از این رو کاملا غیرقابل قبول است و به همین دلیل با همبستگی از هلند به ویژه همتایم مارک روته پشتیبانی می کنم مارگاریتا شیناس سخنگوی کمیسیون اروپا از رهبران ترکیه خواسته است از این گونه اظهارات خودداری کنند. اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد از اظهارات افراطی و اقداماتی که تنشها را شدید تر می کند خودداری کند. ینس <applause> سلتنبرگ دبیر کل ناتو نیز ضمن دعوت از طرفین به آرامش گفت همان اندازه که بحث و تبادل نظر پویا در کانون دموکراسی قرار دارد احترام متقابل نیز از اصول دموکراسی است پیام یزیان صدای آمریکا واشنگتن